اسدالله خالد رئیس پیشین امنیت ملی به روز شنبه کارش را همچون سرپرست وزارت دفاع ملی رسما آغاز کرد. رئیس ستاد ارتش در این مراسم اصلاحات به میان آمده در نزدیک به 2 سال گذشته را این گونه فشرده می سازد. پلان 4 ساله نقشه را انکشاف قل اردو کماندو، فرقه کماندو به قل اردو، انکشاف سیبروارچند قل اردو هوایی و همچنان در بخش تعلیم تربیه ایجاد قماندانات هوایی تعلیم تربیه انکشافات خوب در حال شکل گیری است. اصلاحاتی که بسنده دانستن نمی شود. دغه سره او شنه کاغذونه، دغه سلایدونه، دغه کاغذونه چې له پرنټره یې پرنټوئ راوړئ، دغه نور نه غواړم، عمل غواړم، عمل غواړم او عمل غواړم. سرپرست وزارت دفاع ملی میگوید که از نام وحدت ملی در این وزارت استفاده های سو شده است و گرفتن جلو این کار را از نخستین کارهایش میگوید. دا په دې معنا نه ده چې دلته به مفسد پښتون، غافل ازاره، لا بیکاره تاجک، لا ازبک په دې نامه چې دا سهمیه ده دی به همدلته وي. اسدالله خالد با تاکید بر بهبود وضعیت سربازان در میدانهای نبرد و رسیدگی به خانواده های جانباختگان ارتش میگوید کسانی که به خانواده های جانباختگان و معلولان ارتش حرمت نکند در ارتش جای نخواهد داشت.